نشست علمی روزانه آیت الله العظمى سید صادق حسینی شیرازی روزهای 15 و 16 جمادی الاول سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمى شیرازی در این نشست در رابطه با یکی از دلایل و حکمتهای حرمت ربا فرمودند: مرجع تقلید راحل مرحوم آیت الله العظمى سید محمد شیرازی در کتاب الفقه به مناسبتی به این نکته اشاره کرده و فرمودند که اقتصاد ریشه در سعادت و شقاوت مردم دارد و با پول مردم سعادت پیدا می کنند و خوشبختی می شوند و خوشبخت می شوند و بدون پول دچار شقاوت شده و بدبخت می شوند، لذا اگر پول نباشد زندگی مردم دچار مشکلات عدیده می شود. بنابر این ربا هم چون یک مسئله زیربنایی است موجب برهم زدن اقتصاد جامعه و وضعیت معیشت مردم می شود. معظم الله با اشاره به آیه 276 سوره بقره خدا سود ربا را نابود گرداند و صدقات را افزونی بخشد و خدا مردم بی ایمان گنه پیشه را دوست ندارد فرمودند: یمحقو در این آیه فقط به معنای محق و محو شدن و از بین رفتن دوریان نیست، چرا که خدای عزوجل نتیجه عمل کردن یا عمل نکردن به احکام را هم برای دنیا و هم برای آخرت قرار داده است و در مورد ربا نیز آنچه که مسلم است آثار این گناه بیشتر در آخرت پدیدار می شود و فردی که مرتکب این گناه شده در آخرت هیچ توشه‌ای نخواهد داشت. ایشان در ادامه با اشاره به آثار دنیوی ربا علاوه بر آثار آن در آخرت فرمودند: کسانی که ربا می‌گیرند این گونه نیست که همگی ثروتمند و سعادتمند باشند، بلکه گاه دچار ضرر از جای دیگری می‌شوند و تمام اموالشان از بین می‌رود، لذا بعضن فقط در آخرت و گاه هم در دنیا و آخرت عواقب گناه ربا گریبانگیر انسان می‌شود. با هم فرمایشات آیت الله العظمى شیرازی را ببینیم و بشنویم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رواية إنك كل قرض جر نفعا، إن موضوع رباس وخ أجر شرط معنوي ميكونه كعادة پول براش داده میشه جر نفعا، قرض میده به شرط اینکه براش یک حج مستحب بکنه. عادتا برای حج پول داده میشه، نفعا صدق میکنه. قرض بهش میده به شرط اینکه براش یه زیارت امام حسین علیه السلام بکنه. عادتا برای زیارت امام حسین اجیر میگیرن، پول میدن. وقت اطلاق قرض جر نفعا میگیره. اما اگر یه شرطای معنوی باشه که انصراف عرفی داره، مثل اینکه میگه این پول من قرض میدم مثلا برای پدر من یه سوره حمد بخون، عادتا یه سوره حمد خوندن پول نمیگیرن براش، ظاهرا منصرف ازش فرق میکنه. سایر موارد فقهی مطرح شده در این نشست علمی توسط آیت الله العظمى شیرازی به این شرح بود: معانی و کاربرد الا و علا در قرآن، تشریح برخی از موارد مجاز و بلاغت در قرآن، جواز خواندن نماز قضا در وقت نماز شب، شرح آیه 39 سوره رعد، علم داشتن اهل بیت علیهم السلام به وقت ظهور و وقت قیامت، حکم خواندن نماز قبل از وقت در طی چند سال، برخی از احکام نیت در غسل، وضو و حج، جواز ذکر حضرت زهرا سلام الله علیها در اذان و اقامه، شروع استطاعت در حج، شروط وجوب نماز آیات، معنای الوتر الموتور در زیارت عاشورا، حد رکوع صحیح در نماز، حکم قصاص در مورد فرد مجنون و فردی که به دلیل مصرف مسکرات عقل او ضایع شده، حکم تزاحم بین عرف عام و معنای لغوی از دیگر مواردی بود که در این نشست علمی توسط آیت الله العظمى شیرازی به آنها اشاره و یا پاسخ داده شد. لازم به ذکر است که سلسله نشست‌های علمی آیت الله العظمى سید صادق حسینی شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قم خیابان 4 مردان
کوچه 6 رأس ساعت 11 به وقت محلی برگزار می شود و شما می توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام ماهواره 100 فرکانس 12073 بیننده این نشست علمی باشید.